بانم و یادی خدا، حمایت کلون امباپه از لیونل میسی برای کسب توپ طلای سال 2019 و آیا لیونل میسی بازیکن خاصی را برای باشگاه سفارش داده است یا خیر؟ در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که چینل ما را سابسکرایب کنید. ستاره جوان خط حمله تیم فوتبال پاری سن ژرمن لیونل مسی، ستاره آرژانتینی در بارسلونا را شایسته ترین گزینه برای کسب توپ طلای سال 2019 میداند. کیلیان امباپه که خودش یکی از 30 نامزد کسب توپ طلای فرانس فوتبال در سال 2019 است، لیونل مسی را شایسته ترین فرد برای دریافت این جایزه میداند. لیونل مسی امسال جایزه بهترین بازیکن سال فیفا یا همان جایزه د بیست را از آن خود کرد، اما هنوز هم تردیدهایی درباره این که آیا او با توجه به ناکامی بارسلونا برای فتح لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته لایق کسب این جایزه است یا خیر. اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا امسال ورجل فان دایک را به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کرد و برخی در این باور است که نشریه فرانس فوتبال هم باید این جایزه را به مدافع هلندی قهرمان فصل گذشته اروپا بدهد. اما کیلیان امباپه این گونه فکر نمی کند. امباپه در گفتگو با نشریه اشپیگل در پاسخ به این که امسال چه کسی شایسته کسب توپ طلا هست می گوید که لیونل مسی از نظر عملکرد فردی در سال جاری بهترین بوده است. مهاجم به سالای پاری سن ژرمن اگرچه در فهرست نامزدهای کسب توپ طلا قرار دارد، اما هنوز در این باور است که در برخی بخش‌های بازیش ضعف‌هایی دارد که بخصوص در بعد روانی می‌شود گفت. او گفته که گاهی اوقات من نگرانم و می‌ترسم وقتی شما به عنوان یک بازیکن ناکام می‌شوید، درباره خودتان به تردید می‌افتید. زمانی که یک بازی مهم را می‌بازید، سوال این است که آیا به آخری راه رسیده است یا خیر. او در ادامه میگوید که با این حال این وضعیت خیلی طول نمیکشد، چون خوبی فوتبال در این است که شما زمان زیادی برای فکر کردن ندارید و خیلی زود باید برای بازی های بعدی آماده شوید. در همین حال اعتراف گریزمان در برای رابطهش با لیونل مسی در بارسلونا این گونه است که مهاجم فرانسوی تیم فوتبال بارسلونا در برای شک و تردیدهایی که در مورد رابطهش با کاپیتان تیم وجود داره توضیح داده است. به نقل از نشریه مارکا، آنتوان گریزمان درباره رابطهش با لیونل مسی در تیم فوتبال بارسلونا و مشکلاتی که برای تطبیق دادن خود با این تیم داشته و باعث شروع ضعیف‌تر از حد الانتظار در این تیم شده است صحبت کرده است. گریزمان به ساید اتحادیه اروپا یا یوفا گفته که من واقعا خجالتی هستم و معمولا نمیتوانم با افراد دور برم خیلی خوب ارتباط برقرار کنم. گریزمان در ادامه میگوید که من از آن دست آدم هایی نیستم که یک مکالمه را شروع میکنند، اما من، لوئیس سوارز و لیونل مسی کم کم همدیگر را بهتر میشناسیم و در چند بازی های بعدی هم در کنار هم اگر بازی کنیم میتوانیم همدیگر را بهتر درک کنیم. آنتوان گریزمان در ادامه افزود که به نظرم فقط با گذر زمان رابطه ما میتواند بهتر از این شود. علاوه بر این کاملا مشخص است که اتفاقاتی که در زمین بازی رخ میدهد نیز میتواند رابطه ایمان را از چیزی که هست بهتر کند و باعث شود که ما با هم راحت تر و صمیمی تر شویم. آنتوان گریزمان در ادامه میگوید که لیونل مسی بازیکنی است که به نظر من مثل آن را تا 40 سال دیگر هم نمیتوانیم ببینیم. کارهایی که او انجام میدهد باور نکردنی است. تماشای بازی او واقعا لذت بخش است. در همین حال مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا به صورت سربسته لیست خرید نیم فصل کاتالان را فاش کرده است. بارسلونا و رئال مادرید با وجود هم امتیاز بودن در صدر جدول هستند، اما نتایج درخشانی را در فصل جاری کسب نکردند و در مقایسه با فصل‌های گذشته در جمع آوری امتیاز موفق نبودند. بر اساس نشریه موندو دیپورتیوو، آریک آبیدال مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در میانه فصل در تیم تغییرات ایجاد خواهد شد و چی بازیکنان مد نظر باشگاه هستند گفته که تا پنجره نقل و انتقالات نیم فصل مدتی کافی برای بررسی نقاط ضعف و پوشش آن را در اختیار داریم. جلساتی در این باره تشکیل شده ولی هنوز به طور قطعی نمیتوانیم اظهار کنیم که بازیکن خاصی را به صورت حتمی جذب میکنیم. مدافع و کاپیتان اسبق باشگاه بارسلونا در واکنش با اعلام اسامی چون لاوتارو مارتینیز، کمیچ و غیره افزوده که من هم مثل شما این اسامی را در رسانه‌ها می‌بینم، اما نمی‌توانم انکار کنم که مایل به جذب مارتینیز، کمیچ و کریستنسن هستم. رسانه‌ها اسامی بازیکنان مثل مارتینیز از اینتر با پیگیری مسی، کمیچ از بایر مونیخ، کریستنسن از چلسی و میلینکوویچ از فیورنتینا برای حضور در بارسلونا در نیم فصل بعدی را فاش کرده است. بیشک در صورت جذب این بازیکنان باید شاهد جدایی ستاره‌ها از بارسلونا نیز بود. با جذب لاوتارو مارتینیز، والورده باید از بین سوارز، دمبله و گریزمان و یا آنسو فاتی دو بازیکن را در لیست خروجی قرار بدهد.
نظر شما در مورد این که کیلیان امباپه میگوید تنها لیونل مسی لایق کسب توپ طلای سال 2019 است چیست؟ و از نظر شما جایزه بزرگ توپ طلای سال 2019 باید به کدام بازیکن برسد؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.